سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستین. در نخستین جمعه ایام نوروزی امیدوارم روزها و شبهای گذشته اتل مقدور به شما عزیزان خوش گذشته باشه و سالی خوش سرشار از شادیهای روزافزون و تندرستی همیشگی داشته باشید، علی‌رغم مشکلات و مسائلی که در این 43 ساله بر مردم ایران مستولی شده است در اثر حکومت انقلابی، حکومت فقیه برخواست از انقلاب، آیین‌ها و سنت‌های نوروزی در سراسر کشور گرامی داشته شد و در خارج از ایران ایرانیان دور از وطن به هر دلیلی که دور از وطن خیش بودند نوروز رو گرامی داشته و همچنان ایام نوروزی ادامه داره تا برسیم به 13 به در با شکوه ایرانی. در ایران چه می‌گذرد؟ پیام نوروزی علی خامنه ای رهبر حکومت فقیه همچنان مورد سخن بسیاری است در محافل مختلف که این همه ستیز و دشمنی با ایران و آیین‌ها و سنت‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی، آنچه که فرهنگ ایرانی نامیده میشه و معرفان بسیار، نمایندگان بسیار داره، مانند فردوسی، حافظ، ناصر، خسرو، مولوی بشمریم تا میتوانیم. وقت برنامه ما حتی کفاف نخواهد داد برای بردن نام آنها. این همه ستیز با آنها ریشه در کجا دارد؟ مذاکرات هسته‌ای به کجا رسیده است؟ عملا آنچه که در پشت پرده بوده و نیز اوضاع اوکراین و مذاکرات سران ناتو، آمریکا و دیگران به کجا رسیده است؟ دو میهمان گرامی تفسیر خبر هر دو در انگلستان یا بریتانیا، آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان در استودیو مرکزی ایران فردا لندن، آن سوتر در گلاسکو اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده کارشناس نفت و امور بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده خوش آمدید، نوروز بر شما خجسته باد. اولین برنامه شما بعد از نوروز، آغاز سال نو، خوش آمدید. وقت به شما خوش آقای چالنگی، درود به شما، به دکتر نوریزاده عزیز و بینندگان برنامه. و آقای نوریزاده عزیز خوش آمدید، تبریک مجدد به شما، ایام نوروزی است همچنان. خوش آمدید. منم از صمیم دل نوروز دوباره تبریک میگم به شما دکتر تقی‌زاده عزیز و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری و البته همه اهالی خانه پدری، چه در خارج چه در داخل کشور. و آرزو میکنم امسال سال مصائب نباشه، کافیز برای ما. خب چگونه میشه نباشه آقای نوریزاده؟ به چه شکل میشه رفت به طرفی که ایران نوروز آینده همه خوشحال باشن، دور شده باشن از مشکلات و مسائلی که از پیام آقای خامنه ای رو که قطعا شنیدید؟ بله، پیام نوروزی رو اهالی حکومت ظلم و جهل و جور و فساد ندن. آرزو میکنم ایرانی داشته باشیم که قدر نوروز دانسته بشه و آن کس که هدایت سکان ایران رو داره با جان و دل و عشق نوروز رو گرامی بداره، نه پسمانده های متحری که نوروز رو بگن جشن گبرا، جشن آتش پرستا و چهارشنبه سوری رو نفی میکنند و بهش حمله میکنند. آرزو میکنم ایرانی داشته باشیم که فرزندان ایران زمین در اون دولت رو در دست داشته باشه. حالا صحبت این متحریفه کردیم، منتظر متحری این که رفته بود در انجمن سلطنتی فلسفه همراه با آقای حسین نصر و کسانی مانند هنری کوربن و بقیه اونجا درس میدن، این حتی کمچه جایی رفته، جایی به هر حال بختی داشته چون جایی رفته،
نفهمیده حتی درباره نوروز که آتش پرستی نیست، آتش رو نفهمیده منتظر. جناب چالنگی، مگه بقیهشون غیر از این بودن؟ اونایی که خانم دکتر فرخ رو پارسا رو کشتن، مگه مشاوراش نبودن؟ آقای بهشتی، آقای باهنر، آقای مفتح، اینا همه حقوق بگیرش بودن و متاسفانه آتش رو نفهمید. مرتضی متحری، آقای تقی‌زاده عزیز، شما باز هم اومده خامنه ای در همین پیام نوروزیش از این پیام های دستوراتی که اقتصاد باید چنین باشد چنان باشد، سال گذشته سال تولید بوده، امسال باید سال اینطور بشه، با این کارهای میگه و به راحتی نمیشه مسائل مشکلاتی رو هست حل کرد و سریع حل کرد. و اولا مثل این که من و شما و آقای نوروزاده این مشکلات به وجود آوردیم، با این حرفای میشه این وضعیتی که هست سامان داد؟ واقعا شبکه‌های تلویزیونی من جمله ایران فردا نطق یا پیام شادباش پادشاه ایران رو، آخرین پیام شادباش رو امسال پخش کردن که همزمان با پیامی که خامنه‌ای داده بود و همزمان با پیامی که رئیسی داده بود. من چون در مراسم ضبط پیام بودم، کاملا پیش چشمم هست که یزدانپناه به عنوان مدیر کل دفتر پادشاه ایران صندلی پادشاه رو گرفت، با آرامش نشست و پیام رو خوند و پیام دلگرم کننده ای بود، پیامی بود که هنوز درش امیدهای زیادی برای فردای ایران دیده می شد و پادشاه نوید می داد که ایران راه خودش رو پیدا بکنه و هنوز ارزش‌های ایرانی در خطر فتنه 57 دیده نمی شد. البته بعد از پیام پادشاه ایران، پیام شهبانو ضبط شد و محیط خیلی سنگینی بود، محیط گرفته‌ای بود، محیطی بود که از جریانات روز کشور مایه می گرفت، ولی همونطور که گفتم همچنان همه امیدوار بودن. حالا این امیدواری رو در سال پایانی حکومت پادشاهی ایران که تاریخ ایران رو ورق زد مقایسه میکنیم با پیام علی خامنه ای که باز از همین اراجیف تکراری همیشگی رو مطرح میکنه، صحبت از شرکت ها یا مؤسسات دانش بنیان میکنه برای رفع اشتغال یا بیکاری، برای رفع بیکاری و افزایش اشتغال. آدم رو یه جوری یاد احمدی نژاد میندازه با اون شرکت‌های یا بنگاه‌های زود بازدهش. حکومت آقای چارلنگی هیچ حرف تازه‌ای برای فردای ایران نداره. حتی سفره هفت‌سین رو هم از مردم در یک نمایش سوری دریغ میکنه. وقتی مقایسه میکنیم کسی که ایران رو امروز در اختیار گرفته با مدیری که 43 سال قبل مدیریت ایران رو به دست داشت، میبینیم که سرنوشت مردم ما از کدام عرش به فرش امروز رسیده. خب سرنوشت مردم ایران و واقعا سرنوشت ایران این نبود. بارها من این اشاره کردم. آقای نوروزاده، همونطور که خود شما هم اشاره کردید آقای فرزاده عزیز، آقای نوریزاده، علارغم همه تلاش، علارغم اون چیزی که مطهری گفت، بقیه گفتن، هنوز میگن و در همین نوروز گفته شد، خامنه ای و بقیه و مخلفات همه، باز میبینیم که دلبستگی ها خیلی خیلی بیشتر شده. برگزاری آیین های نوروزی، نسل جوان خیلی حتی بیشتر از زمان ما، جوانی های ما خیلی وسیع‌تر برگزار کننده آیین های نوروزی. راز و رمز رو از آقای علیرضا نوریزاده میشنویم. جناب چالنگی، آنچه در اشنویه و سقز شاهدش بودیم و حمله وحشیانه رژیم به مردم، من مقایسهش میکردم با مراسم نوروزی در تاجیکستان که رئیس جمهوری امام علی رحمان سردمدار حاضران در جشن نوروزی بود، جشن نوروزی در کردستان عراق، جشن نوروزی در کردستان ترکیه و سوریه و لبنان حتی در این شرایط، و جشن نوروزی در ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان، همه اون مناطق و بخشی از چین، نشان دهنده عظمت این روز بزرگه. ببینید، ما حمله عرب ها که به ایران شد،
نوروز ممنوع شد، مثل حالا که طالبان برمیداره تقویم خط میزنه نوروزو در کنار تحصیل دختران، اون زمان هم ممنوع شد و ایرانی ها فرزندانشونو به بیرون از شهرها میبردن به اسم اینکه میبرن آیین اسلام یادشون بدن، نوروز رو در سینه های اونها فرو کردن، حک کردن، نوروز بماند تو قلبشون و بهشون زبان فارسی رو یاد دادن. بنابراین این ملت نمردنیست، نوروز هم نمردنیست. سید علی ها میآیند و میروند، چنگیز از او خیلی بزرگتر بود، تیمور از او خیلی بزرگتر بود، هولاکو همینطور. تیمور قرآن رو به پنج روایت از حفظ میخوند، ولی عاقبتشون چه شد؟ پایانشون چه جوری رقم شد؟ سید علی آقا هم تصمیم گرفته پایانش قذافی وار در لوله آب یا صدام‌وار در سوراخ موش باشه. این دیگه تصمیم خودش گرفته و انشالله ملت ایران هم ایشون رو برای رسیدن به آرزوش یاری میکنه. خوب، به ملت های دیگه، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، جاهای مختلف افغانستان، با همه مشکلات که در افغانستان هست، تا اونجایی که تونستن مردم در خفا برگزار کردن و بیرون از ایران. اما یک اتفاقی علی رغم باجدهی های حکومت فقیه به این و اون، آقای تغیزاده عزیز، از شما میشتم، از آقای تغیزاده، که میبینیم سال به سال تعداد رهبران کشورهای دیگه اهمیت نوروز حالا در هر چی که هست خب میدونیم، اما از بالای سر این حکومت مثل اینکه میدونن در ایران چه خبره، حتی جو بایدن خوالود هم میدونه، پیام نوروزی میدن علی رغم تمایلات حکومت فقیه. اینا رو آقای تغیزاده چطور ارزیابی میکنه امسال رو؟ واقعا برای علی خامنه‌ای و دولتش، برای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولتش، تحقیرآمیزه وقتی که میبینیم سنت‌های ایران که ریشه در فرهنگ ایرانی دارند چه جای گسترده‌ای در دنیا دارند. 26 کشور بزرگ حداقل یا کوچک مراسم نوروز رو به عنوان شروع سال جشن می‌گیرند. رئیس جمهور آمریکا خودش در کنار سفره هفت‌سین قرار میده، با خانومش جیل عکس می‌گیره و این باعث مباهات براش. واقعا تعداد مراسمی از این دست که به کشورهای متفاوت نسبت داده میشه از شماره انگشتان یک دست برای تمام این نزدیک به 250-60 کشوری که در دنیا هستن خارج نیست، مثل سال نو چینی ها. و نوروز ما واقعا جایی در دنیا داره و فارغ از این که مردم تاجیکستان و آذربایجان یا هر کشور دیگری به عنوان شروع سال و مراسم آغاز بهار اون رو جشن میگیرن، ولی نسبت به ایران داده میشه. سال نو چینی ها رو هم در آمریکا در تمام محلاتی که از سان فرانسیسکو تا نیویورک چینی ها محله دارن جشن میگیرن. خب پادشاه، رئیس جمهور آمریکا هم تبریک سال نو چینی ها رو میگه و این تبریک به خاطر مردم چینه، به خاطر کشور چینه. و نوروز ما هم نوروز ایرانی است، هرچند که در سراسر دنیا حالا به اون احترام میگذارن. علی خامنه‌ای خودش رو کوچک میکنه، نه نوروز رو و نه فرهنگ ایران رو و نه سنت‌های ایرانی رو. یعنی اینو میشه یا تعبیر کرد که از واشنگتن یا مثلا کانادا، جاهای دیگه، این دولتایی که مثلا بایدن اینا آماده داد و ستد و مماشات هم بمونه، دارن میبینن که داره کفه به نفع مردم ایران تغییر میکنه در ایران؟ نمیدونم، امیدوارم که اینطور باشه. نشونه ای هم کشید. خب ایرانیان بسیاری علی رغم تلاش های لابی جمهوری اسلامی، پادوها، کارگزاران، هر اسمی بهش بذاریم، در این ور اون ور واشنگتن جای دیگه، ایرانیان که دلبسته ایران، مردم ایران و آیین های ایرانی هستن، در چنین اقداماتی نقش داشتن. مثلا در کانادا آقای دکتر رضا مریدی عزیز که در این زمینه فعالیت های بسیار کردن و همکاران و همراهان دیگری که داشتن، اسامیشون بسیار هست و در حال حاضر در دسترس من نیست، و همینطور در واشنگتن جاهای دیگه. آقای نوریزاده، ولی میبینیم که حتی در ایام نوروزی باز همون چکوچونه های چی میگن این برنامه هسته حکومت فقیه ادامه داشته و به نتیجه‌ای که قابل بیان باشه نرسیدن.
شما آخرین خبرها رو از شما میشنویم، به نظر میسه اونچنان ساده نیست برای بایدن و بقیه که اون چوری که حکومت فقیه لازم داره در اختیارش بذارم از زمان اوباما. مطابق یک گزارشی جناب چالنگی که در دست هست، در جلسه شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی مژده داده بود که قرارداد یعنی در عرض کمتر از دو هفته امضا خواهد شد. بعد اشاراتی هم اینجا اونجا کردن که چنین برمی آمد و مژده به آقای خامنه ای داده بودن که سپاه پاسداران و اعضای دفتر ایشون و شخص خودشون و سایتشون و بقیه از زیر نام تروریست و تروریست پرور و لانه تروریستا خارج خواهد شد، ولی اینطور نیست. جامعه امریکای جامعه زنده ای، جامعه دموکرات خستشینه که وقتی آقای مندز رو میبینیم یا دیگران رو میبینیم از حزب دموکرات مخالفت میکنن در کنار جمهوری خواهان، این به انسان امیدواری میده که به هر حال در دموکراسی حرف آخر رو مردم میزنن و همینطور افکار عمومی امریکا شاید چندان آگاه نباشه و تبلیغات دستگاه جو بایدن رو پذیرا شده باشه، ولی در عمل ما شاهد هستیم که خیانت جو بایدن به ملت افغانستان، سستی او در اینکه اجازه داد روسا حمله بکنن و بعد ایشون بیاد دارو بیاره رو زخم بگذاره، و همین حرفایی که از زبان رئیس جمهوری شجاع اوکراین هم شنیدیم، و سپس موضوع برجام دو که باجی بدن. بعد توجیه آقای مالی خیلی برای من جالب بود که بله، ما وقتی سپاه رو توی فهرست تروریست گذاشتیم اعمال تروریستیش بیشتر شد، درست برعکس من میخوام بگم، وقتی گذاشتید و فشار آوردید سپاه کمتر، سپاه اگر آزاد بود کار یمن رو ساخته بود، سراغ حاشیه خلیج فارس میرفت و جاهای دیگه هم تعرض میکرد تو افریقا. اینا اون فردی رو که به الجزایر فرستادن به عنوان وابسته فرهنگی، این آقا در عرض 6 ماه ادعا کرد که 3000 نفر رو شیعه کرده، بیرونش کردن. و میخوام بگم این خطر بسیار وجود داشت که اینا گسترش پیدا کنن، ولی خوشبختانه تروریست خواندن سپاه و فشار روی سپاه در دولت آقای ترامپ باعث شد که اینا دست اندازی بیشتر نتونن بکنن. امیدوارم واقعا اوغلا در آمریکا و کنگره و سنا و کنگره و همینطور افکار عمومی و رسانه های آمریکایی مانع از این بشن که دومین خیانتش رو آقای جو بایدن در حق ملت ایران و جهانیان انجام بده، مرتکب بشه. اما آقای تقی‌زاده، بعض اوغلا در اروپا به خصوص انگلستان بقیه طرف های مذاکرات اتمی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، این مذاکرات چی هست؟ از شما میشنیم. تصمیم گیر نهایی آقای چالنگی آمریکاست. اروپایی ها این همسویی رو با آمریکا نشون خواهند داد. همه شواهد حاکی بود که تا 2-3 هفته قبل توافق صورت گرفته راجع به اجزای توافق، هماهنگی بین جمهوری اسلامی و آمریکا فراهم شده و مطابق این هماهنگی ها قرار است که سپاه از لیست گروه های تروریستی خارج بشه و این تاییدیه رو نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، هم ابراز کرد که ما ناگزیریم برای احیای برجام تصمیمات دشواری بگیریم. ولی سایه جنگ اوکراین به مذاکرات اتمی سنگینی کرد. آقای جو بایدن قصد داره و تیمی انتخاب کرده بود در جهت رسیدن به این قصد که تصمیمات دولت ترامپ رو وارونه بکنه و یکی از تصمیمات باقی مونده خارج کردن اسم سپاه از لیست گروه های تروریستی بود. این رو به شکلی آقای جو بایدن دنبالگیری میکرد که شاید به طریق شکل شخصی پیدا کرده بود، یعنی دور بود از حفظ منافع ملی کشوری که مردمش رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن. مقاله‌ای دیدم دیروز آقای چالنگی از ترکی فیصل
در مورد ارزیابی شخصی او از سیاست خارجی آمریکا که تاکید می‌کرد چطور ممکنه یک رئیس جمهور در چند ماهی که سر کار هست دو کشور رو ببینه که از دست میره، افغانستان و اوکراین، با تمام دوستان منطقه‌ای خودش از در دشمنی و تحریک نارضایتی اونها در میاد و بهایی به این کار نمیده و در آخرین قدمی که میخواد برداره در جهت خلاف مصالح و منافع منطقه این کشورهای دوست، حالا قصد داره ضربه محکمتری به اونها بزنه، یعنی اسم سپاه پاسداران علیزه که گروه های تروریستی خارج بکنه، چنان که در ابتدای سال گذشته این کار رو در ارتباط با حوثی ها انجام داد و نتیجه عکس اون رو هم دید، یعنی حوثی ها حملاتشون علیه عربستان کاهش پیدا نکرد، افزایش پیدا کرد و حالا میخواد همین اقدام رو در مورد سپاه پاسداران هم انجام بده. ولی جنگ اوکراین به این قضیه سایه انداخت و چون در یک مورد دیگری بایدن میدید یا فکر میکرد که پوتین به نوعی دوستی با آقای ترامپ داره، شمشیر رو برای پوتین از رو بسته و حالا قصد داره با اعمال تحریم‌های بیشتر روسیه رو زیر فشار قرار بده. البته هنوز از خواسته های اوکراین اون چیزی که آمریکا قرار است عرضه بکنه عقبه و از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا هم عقبه، ولی قصد او این است که در این جهت فشارها رو علیه روسیه زیادتر بکنه و همین اعمال فشارها علیه روسیه مانع میشه توافقی صورت بگیره که روسیه بتونه از منافع اون برخوردار باشه. خب آقای نوری‌زاده، ببینید من بارها اشاره کردم به این نکته که این نیروی جدید، وزنه جدیدی که در منطقه به وجود اومده، اعراب و اسرائیل، جنوب خلیج فارس و اسرائیل، اینو نمیتونن نادیده بگیره، کمان که جلوه هایی از نگرانی ها یا اقدامات آینده این کشورها دیده شد، همینطور نگرانی مشترک اعراب و اسرائیل، مذاکرات اخیر، ملاقات های اخیر شیخ محمد بن زاید از امارات عربی متحده، بنت نخست وزیر اسرائیل و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، مذاکرات این رو چطور باش کنار میان؟ از بالای سر اینا میتونن مماشات کنن، سپاه رو به راحتی و کامل بردارن اون چیزی که حکومت میخواد بهش بده یا نه؟ نمیشه. چند اتفاق مهم جناب چالنگی رخ داد. این شرم الشیخ به اعتقاد من بسیار مهم بود، یعنی در واقع اون ناتوی عربی رو که صحبتشو میکردن اینجا عملا شکل گرفت و این بسیار مسئله مهمیه، ضمن اینکه پیمان ابراهیم هم از یه طرف هست. آنچه به نظر من اهمیت داره حضور مصر. مصری ها دلگیر بودن، افسرده بودن از اینکه عرب ها جایگاه والای مصر رو فراموش کردن، ولی الان مصری ها با اعتراف امارات متحده به اینکه هیچ کاری بدون مصر نمیشه کرد و همینطور عربستان سعودی، مصر در قلب ماجرا قرار گرفته و قضیه جدی است. مصری ها دیر سالی است با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارن، اردن همینطور، و الان مسئله امارات و اینکه در شرم الشیخ جمع میشن و این مبنا رو میریزن خیلی مهمه. یه نکته دیگر، آقای جو بایدن وقتی حوثی ها رو از فهرست تروریست خارج میکنه، در واقع باید هم آدم منتظر باشه اربابای حوثی ها و معلمانشون سپاه رو هم خارج کنه، ولی این انسان ناآگاه این رو نمیدونه تأسیسات آرامکو بزرگترین تأسیسات نفتی جهانه و آمریکا منتفع اصلی این تأسیساته و اون وقت به این موشک میزنن. و آقای ترکی الفیصل خیلی قشنگ نوشته بود و آقای جو بایدن حتی مصالح عالیه آمریکا رو هم نمیفهمه، آدمی که نصف عمرش در خوابه و بعد مشاورانی داره که واقعا آدم تعجب میکنه، کسی رو گذاشته مأمور دسک ایران یا بررسی اوضاع ایران که واقعا هیچی نمیفهمه. این آدم پسر یک کمونیست بوده که تو مصر سفیر بوده و بعد تمام عقده های ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی رو در این آدم انباشته شده و این آدم اون وقت میخواد بیاد ادوایز بده راجع به ایران که از نظر او کشور محبوبیه، انقلابیه،
ضد اسرائیل، ضد همه چی است و این آقا میاد تصمیم گیرنده راجع به ایران میشه. اینا همه به نظر من قابل تعامله و تصور من اینه که این قرار شوم خارج کردن سپاه تروریسم از فهرست تروریست ها عملی نخواهد شد. بار پیش من به این نکته اشاره کردم آقای نوری‌زاده که متأسفانه من چند تن از کسانی که به اصطلاح در عرصه مخالفت با جمهوری اسلامی صاحب نامی هستند، یکی دو نفر از اونها متأسفانه به مدافعان سپاه پاسداران برخواستند در واشنگتن و جای دیگه. آقای چالنگ، اون سپاهی که رفت توی جبهه جنگید و در عین شجاعت و غیره گندکاری های بسیاری هم مثل همین آقای سبزوار رضایی درست کرد که خمینی دستور داد او و رحیم صفوی رو اعدام کنن و رفسنجانی نگذاشت. این سپاه دیگه اون سپاه نیست. این سپاه یه مش تروریستن که فقط هم کارشون کار تروریستی است. آقای سلامی که فرماندهان نظامیشون هم در جنگ الان میبینیم از قالیباف رضایی و بقیه گرفته و اینها رفتن نقش ارتش و بحث مفصلی ارتش رو بی‌اثر کردن. این ارتش ایران یکی از قدرتمندترین ارتش ها بود که به هر حال در بعد از انقلاب کمر به نابودیش بستن. بعد اینا از همین سپاه به اصطلاح دفاع میکنن و از همین سپاه مبلغ هستن، دلایل شخصی هرچی داره به خودشون مربوط میشه، اما خب برای چنین هست اثری هم البته نداره، اون تصمیم جای دیگه گرفته میشه. آقای تقی‌زاده ببینید، خب صاحب مسئله، یعنی اینی که بعد از یه چرت مختصری آقای بایدن یا هر کس دیگه بلند شو بگه بعد این چیزا مثلا آقای اوباما میبینن در منطقه، میبینن آقای اوباما درها رو باز کرده، گروه کثیری گفته میشه ویزا دادن، گرین کارت دادن، اومدن آمریکا، درخواست ظریف و بقیه و اینها، کلی پول داده به حکومت فقیه، اونا هم دادن به تروریستا و اینها، الان میراثدار بایدن، اوباما بایدن. خب یکی باید به فکر ما باشه، خودمون چرا نه؟ همون حرفی که ترامپ به یک شکلی میزد، میگفت این کشورها خودشون باید از خودشون دفاع کنن، چرا ما باید هزینه کنیم؟ حالا اون یه طرف دیگه سخن هست. و آیا میشه از اونا انتظار داشت که عقب بمونن و این مصالحه و مماشات رو تماشا کنن بین آمریکا، بایدن و همراهانش با حکومت فقیه؟ از شما میشه. هر کشوری شاید منافع مردم خودش رو از طریق دولت خودش تشخیص میده، این در حیطه مناسبات بین الملل، ولی در ارتباط با حاکمیت هایی که بعضی از کشورها از وجود اونها رنج میبرن، مثل وضعیتی که امروز در ایران حاکمه و وضعیتی که در روسیه حاکمه، خب چه باید انتظار داشت از مردم ایران؟ مردم ایران هر از گاهی یک شیوه تازه مقابله با حکومت رو در پیش میگیرن و سخت برای همه مردم که سینه‌شون رو سپر گلوله کنن. ما دیدیم در سالهای 96، 97، 98 تظاهرات مختلفی در نقاط متعدد ایران شکل گرفت و این اعتراضها شکل خودجوش داشت، واقعا سازمان نداشت، رهبری نداشت و مردم هزینه های سنگین دادن ولی از پا نیفتادن و به شکل تازه این تظاهرات دوام کرد. حالا میبینیم یک شیوه تازه برای اعتراض به حکومت مردم پیدا کردن یا به اون رو کردن. میبینیم در پاسارگاد ده ها هزار نفر نوروز رو جشن میگیرن، پایکوبی میکنن، میرقصن، در این حال که شکم اکثر اونها گرسنه است، اکثر اونها زیر خط فقر زندگی میکنن، ولی به عنوان دهنکجی به این حکومت، حکومتی که با رنگ سیاه خودش رو نقاشی میکنه و با گریه خودش رو سر پا نگه میداره، به اونها دهنکجی کردن. دیدیم همین جماعت و همین مردم در شیراز به همین مناسبت همین اعتراضات رو داشتن و حکومت از اون ناراضی بود. اگر حریف شیرازی ها با ده ها و صد ها هزار نفر نمیشد، در اشنویه اونها رو به گلوله بست. این راه های تازه مقابله مردم با یک حکومت اقتدارگراست. البته این دوام خواهد کرد و مطمئن هستم روزی این صداهای پراکنده به هم گره خواهد خورد و تومار این حکومت رو خواهد بست. و آقای نوری‌زاده، یکی هم مسائلی که عملا گره خورده به هم دیگه، اوضاعی که در اوکراین هست و اوضاع ایران، حکومت
فقیه پنهان نکرده که از اقدامات روسا در اوکراین حمایت میکنه. حالا حمایت عملیش آنچنان روسا نیازی ندارن، ولی کار به جایی رسیده که حتی سفیر روسیه در ایران میگه چی بگید چی نگید، از این کلمه رو تصحیح کنید، حمله نیست، عملیات ویژه است. تا چند از نظر به اصطلاح شکست و پیروزی روسها در اوکراین میتونه در عرصه سیاسی ایران اثرگذار باشه، باعث دلسردی مردم یا امیدواری بشه؟ دو سوی قضیه، شکست یا پیروزی. بدون تردید اگر نقشه پوتین عملی شده بود و دولت اوکراین سقوط میکرد، کیف رو میگرفت و یه دولت پوشالی میشوند اونجا، خیلی باعث تأثیر و یأس مردم ایران میشد. ولی این مقاومت جانانه و این ایستادگی یک ملت و رئیس جمهوریش که برخلاف گفته سید علی خامنه‌ای پیوند ملت و دولت رو در بهترین وجهش به نمایش گذاشت و او برمیگرده میگه چون اینا با هم پیوند ندارن دچار مصیبت شدن، نه، پیوند رو کاملا آشکار کرد. و الان که روسیه به نفس نفس افتاده، سربازاش فرار میکنن، این همه کشته داده، هواپیماش نمیتونن بلند شن چون پاتریوتا میترسن، اینا همه نشان دهنده اینه که هر قدمی که اوکراینی ها پیش برن و دشمن رو عقب برانن برای مردم ایران یک مایه تقویت روحی و شادمانی و اینکه میشود بر قلدرها پیروز شد. و به نظر من حرفایی که آقای زلنسکی در پارلمان فرانسه عنوان کرد بسیار حرفای جذاب و جالبی بود. این انسان برای من واقعا نمادی شده از یک آدمی که عشق داره به ملتش و قدرت رهبری داره. این خیلی جالبه برای آدم، قدرت رهبری داشتن. و من به نتایج این جنگ امیدوارم. درست ویرانی میاره، صدها میلیارد باید خرج بشه تا اوکراین دوباره به وضع اولش برسه، همون بلایی که در ایران خمینی بعد از دو سال جنگی رو که ما برده بودیم به شکست تبدیل کرد و اون 6 سال کشور ما ویران شد. شما اهل جنوب هستید، مسجد سلیمانی هستید، میدونید در اون 2 سال اول آنقدر ما ضربه ندیدیم، خرمشهر و آبادان و چند تا شهر دسفول بود، ولی بعدن در اون 6 سال ایران ویران شد. این همین ماجرا رو روس‌ها بر اوکراین نازل کردن. ولی به نظر من این ملت بزرگ بر این هم غلبه خواهد کرد و نامش در تاریخ ثبت خواهد شد. مردمی در یک محدوده کوچک جو، البته بزرگه ولی کوچک در مقایسه با روسیه، با 40 میلیون جمعیت در برابر اون غول چطور ایستادن. خب آقای تقی‌زاده، من یادم هست موقعی که جنگ ایران عراق شروع شد، همه امام در جریان، پیشبینی نمیشد 8 سال طول بکشه که اشاره کرد آقای نوری‌زاده. مطلب آقای کیسینجر اشاره کرده بود، همون روزهای اول، هفته‌های اول هم نبود که هنری کیسینجر که اخیراً مطلبی بازنش پیدا کرده مال ایشون راجع به اوکراین، اشاره کرده بود، برای من سوال برانگیز بود که بله این جنگ طولانی خواهد بود و پیروزی هم نخواهد داشت. برحال بر اساس اطلاعاتی آدمی مثل کیسینجر این حرفا رو میزنه یا عمیق‌تر نگاه کردن به جریان رویدادها هر چی که بود، ولی یا تصادفی حتی این اتفاق افتاد، جنگ طولانی شد و برنده هم هر دو طرف هم گفتن ما برنده شدیم، برنده هم عملا اونطور نداشت به طور وضوح و آشکار، گو که عملا جمهوری اسلامی باعث ویرانی عظیم شد در ایران که اشاره شد. حالا آیا اون چی که ناتو داره انجام میده و این مذاکرات اخیر و اینا رو شما چطور ارزیابی میکنه؟ آیا روس‌ها دارن اونطور که برخی معتقد هستن درگیر یک جنگ فرسایشی طولانی میشن، یا اینکه در چنته ناتو و بقیه میبینید راه حلی که به این داستان خاتمه بده؟ چه میبینید شما؟ روز گذشته جلسه فوق‌العاده سران کشورهای ناتو در بروکسل برگزار شد، رئیس جمهور آمریکا هم در این جلسه بود.
نکته ای که در حاشیه این جلسه سران مطرح شد و این رو یک ساعت بعد از پایان جلسه اول اضطراری سران ناتو، نخست وزیر انگلیس یک کنفرانس مطبوعاتی داشت و در این کنفرانس مطبوعاتی بوریس جانسون شهرت داره به اینکه گاهی حرفایی رو که نباید بزنه به زبون بیاره و در پاسخ پرسش یکی از اهل رسانه که پرسیده بود آیا بریتانیا آماده دادن تانک و هواپیما مطابق خواسته آقای زلنسکی به اوکراین هست یا خیر، نکته ای رو مطرح کرد که بسیار با اهمیت بود. او گفت زلنسکی این رو منومن کرد ولی به هر حال به زبون آورد، به دنبال طرح نقشه ای است که بتونه ماریوپول رو پس بگیره، شهر ویران شده ای که روسا اون رو در محاصره دارن، تقریبا ساکنین اون به جز 100,000 نفر اونجا رو ترک کردن و این شهر تبدیل شده به خرمشهر در سال اول جنگ ایران و عراق. حالا به دلیل اینکه نیروهای ارتش روسیه به گل نشستن، متوقف شدن، حتی برای عملیات هوایی دچار مشکلات لوجستیکی هستن، رساندن سوخت هستن، رساندن حتی غذا هستن برای سربازهایی که خارکیف رو در محاصره دارن یا در نزدیکی های کیف متمرکز شدن، واقعا ارتش آقای پوتین فلج شده و گزارش های امروز حاکی از این است که تا 15,000 نفر از نیروهای روسی در طول 4 هفته گذشته جون خودشون از دست دادن و 2 یا 3 برابر این اعداد تلفات در شکل زخمی داشتن. حالا وضعیت جنگ طوری تغییر کرده که زلنسکی تنها به عنوان مدافع کشور خودش نیست که قدرم کرده، به دنبال پس گرفتن خاکی است که روسا در داخل اوکراین اون رو اشغال کردن. البته در کنار این ماجرا گفته شد، تاکید شد که به هیچ وجه کشورهای عضو ناتو و آمریکا قصد ندارن منطقه ممنوع پرواز اعلام بکنن، قصد ندارن چکمه اعضای ناتو رو در کشور اوکراین به زمین بگذارن، ولی اون چه که از اونها ساخته است رو تامین خواهند کرد. صحبت اینجا از جنگ فرسایشی شد. اگر واقعا پوتین اندکی درایت داشته باشه، سرنوشتی رو که برای مردم ایران و کشور ایران در نتیجه 8 سال جنگ مخرب رقم خورد، باید برای کشور خودش ببینه، اون چوری که به عنوان غرور شخصی هست قورت بده، واقعیت های صحنه رو بپذیره. در غیر این صورت این جنگ میتونه شکل فرسایشی بگیره. چرا برای آیه تنزده خیلی کوتاه بفهمید، چرا باید برای کشور خودش؟ به هر حال هنوز به روسیه حمله نشده، در حالی که ایران خب شهرهای ویران شده یا اوکراین نازنین بسیار ویران شده، حتی روسا شکست بخورن ولی ساختمانهای کسانی در خود روسیه. بله، ولی اگر الان نیت این است که ماریوپول رو بگیرن، این جنگ ممکنه به داخل مرزهای روسیه هم کشیده بشه، چنان که عراقی ها در نتیجه جنگ 8 ساله کاملا در امان نموندن و نیروهای ایران، نه البته به نسبت تخریبی که شدن، این خرابی رو در عراق هم ایجاد کردن. من خب روسا چه بخوایم چه نخوایم، به راحتی عراق یا ایران نبود که وارد مرزها شدن، به هر حال میتونه پیامدهای متاسفانه داشته باشه. نه، اینجا بده توضیح کوتاه بدم آقای چالنگی، این جنگ برای روسا ممکن است که تخریب شهرها و بناها نباشه، ولی اقتصاد روسیه رو تخریب میکنن و این میتونه به فروپاشی حکومت در درون روسیه بیانجامه و فقیرتر شدن مردم. هدف منم همین بود. بله، لطمات بسیاری داره، وگرنه ویرانی هایی که در اوکراین به وجود اومد یا در ایران و حتی عراق، خب ممکن به وجود نیاد و چنین نباشه، ولی اقتصاد روسیه برای همین الانش هم لطماتی خورده. صحبت خرمشهر شد آقای نوری‌زاده، در یه همچین روزهایی من یادم باری هم شما بودید، به خوزستان اومده بود، با هم دیداری هم داشتیم. به هر حال خرمشهر عزیز در چنین روزهایی با عزیزانی مثل عدنان قریفی، عظیم خلیلی، ناصر تقوایی عزیز و گرامی، هر کجا هست که در ایران تندرست باشی، که و مسعود میناوی و بسیاری دیگه. آه. یادتون هست دیگه، نی؟ بله. آقای چالنگ، عدنان هلنده و می نویسد و تلاش میکنه و
اسم ناصر رو آوردید، من گاهی اوقات تصویر ناصر رو میبینم افسرده میشم. ناصر پر از انرژی، آنقدر اینو اذیتش کردن، آنقدر آزارش دادن که نشسته گوشه نشین شده، حالا مینویسه یا تحقیق میکنه. ولی به هر حال متاسفم برای میناوی ها، برای همه اون احمد محمود عزیز و همه اونایی که واقعا واقعا برای ما جوانیمون با اونها زندگی کردیم. واقعا عزیزانی که هستن. ناصر تقوایی، فیلمساز ارجمند گرامی ایران، سریال دایجان ناپلئون نوشته، ایرج پزشکزاد که سهم بسیار 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 بزرگی جناب تقوایی در معرفی این اثر در حال با ارزش پزشکزاد داشت، که اگر چون این سریالی با این دقت و خوبی ساخته نمیشد کسی چندان نمیشناخت، چون قبلا هم به طور پاورقی در فردوسی چاپ میشد. همسر گرامی ایشون بله، متاسفم که در جریان پرداختن به آقای پزشکزاد عزیز که به هر حال جایگاه خودشونو دارن کمتر اشاره‌ای اصلا نشده کار عظیم ناصر تقوایی گرامی. اما آقای نوریزاده، شما اوضاع اوکراین رو هم دنبال میکنید، ایران رو هم اشاره کردیم، همه این موضوعات به کنار، اما این جنگ اوکراین آیا باعث نشد که جهان کم کم آرام آرام بره به طرف باز دو قطبی شدن؟ یعنی یک طرف باز نیتو قدرت بگیره یا ناتو، و یک طرف هم روس‌ها و چینی‌ها که آماده هستن، کما اینکه زمزمه کردن، یک نحوی اتحادی، همراهی، همبستگی بر زمان برخلاف زمان کمونیستا بینشون به وجود بیاد. باز دنیا عملا داشت دو قطبی میشد، یعنی چین و این طرف غرب. آقای روسیه گفت نخه ما هم هستیم، بنابراین به نوعی جهان سه قطبی داره میشه و خطرناک بودن اینجا هم همینه. حالا دو قطبی که بودن کنترل میکردن، یعنی واقعا آدم الان میبینه 80 سال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، غیر از یه مورد بحران کوبا، ضابطه هایی وجود داشت که میتونستن کنترل بکنن. ولی الان یه آدم مثل پوتین اومده که به هیچی اعتقاد نداره و این خطرناکه. و همینطور چینی ها که زیرابی و مارمولکوار دارن کارهای خودشونو میکنن، ملت ها رو تحت استثمار قرار میدن، آنچه ما در سریلانکا شاهدش بودیم و الان در جنوب ایران. اینا همه اسباب تأسفه که این ابرقدرت شدن ها به ضرر ملت هایی مثل ما هست که خودشون میتونن در منطقه یک قدرت بالا باشن، یک قدرت منطقه‌ای بزرگ باشن. ولی متاسفانه حکومتی که دنبال اسلام عزیز و شیعه عزیز و امام زمانشه، به هر حال این حکومت نمیتونه درک بکنه، نمیتونه نماینده اون ایران قدرتمند بزرگ باشه. خب این ایران قدرتمند بزرگی که بود و با اشکالات و انتقادات بیجا و بیجایی که بود و در موارد مختصری هم قابل اصلاح، تحصیل یکی از یا اساسی ترین قدرت اقتصادیش مسئله نفت بود و قدرتی که در عرصه نفت داشت که الان جایگاهی ظاهرا نداره. اما این تحریم هایی که میشه تا چه اندازه روی بازار نفتی خب بسیار اثر گذاشته، تا چه اندازه اروپایی ها یا حتی خود آمریکا رو روی موضعشون یا عملکردشون علیه روس ها به اصطلاح بازدارنده بوده؟ چون همین در همین آمریکا الان قیمت نفت، بنزین خب بسیار بالا رفته، در همین نیویورکی که الان من هستم حتی بالاتر از مثلا واشنگتن هست. مسئله نفت شاید قبل از جنگ اوکراین در حال از دست دادن ارزش‌های راهبردیش بود، به خصوص با سیاست محیط زیستی که کشورهای غربی در پیش گرفته بودند بعد از کنفرانس گلاسکو که اجلاس بعدی کنفرانس پاریس بود. نگاه به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بود و پاکیزه کردن هوا. به این علت شاید ارزش نفت در دورنمایی که در کنفرانس گلاسکو ترسیم شد باید رو به کاهش می‌رفت، ولی جنگ اوکراین نشون داد وقتی که قیمت‌های نفت تقریباً دو برابر شد، از لحظه‌ای در
هر بشکه نفت حدود 80 دلار به 160 دلار رسید، البته بعد از اون پایین اومد، ولی دوباره برگشت به جای اول. وقتی که کسایی که به اتومبیل هاشون بنزین میزنن، شما، من، دکتر نوریزاده، هر کسی دیگری سهم خودمون رو از این جنگ میپردازیم، نشون داده شد که هنوز نفت یک کالای راهبردی است. حالا با سوء مدیریتی که آقای بایدن داره، در این حال که کشورهای ناتو به یک پیوند غیر قابل تصور در سال گذشته رسیدن و حتی داوطلب سرمایه‌گذاری های نظامی بیشتر شدن، آلمانی که اصلا داخل جنگ خودش نمیخواست بکنه اعلام کرد از زبان شولتز صدر اعظمش که اعتبارات نظامی 2% تولید ناخالص ملی آلمان خواهد بود و این سیاست کشورهای دیگه هم در پیش گرفتن و اینها متحد شدن با هم دیگه، ناتو رو تقویت کردن و یک پارچه، در حالی که میبینیم در سمت دیگه چینی ها به نوعی از روسیه جدا شدن. روسیه شاید همه خواسته های چین رو بر نیاره وقتی مبادرت میکنه به تجاوز به کشور اوکراین بدون گرفتن ثوابدید از چینی ها، و کشورهای اقماری همانو از این وضعیت در حال استفاده هستند. یک نکته ای که به عنوان تحول در این ماجرا دیده شد این بود که اول هفته گذشته روسا اعلام کردند که گاز خودشون رو به کشورهایی که میفروشن میخوان در مقابلش روبل بگیرن، که این به نوعی به چالش کشیدن دلار در مبادلات نفتی بین المللی است که هنوز 80% نفت دنیا با دلار قیمتش سنجیده میشه، با دلار هم مبادله میشه. هفته گذشته سعودی ها اعلام کردن ضمن اینکه قصد دارن در چین یک پالایشگاه بسازن، نفت خودشون رو به چینی ها میدن، در مقابلش یوان دریافت میکنن. کشورهایی که همونطور که دکتر نوریزاده هم گفت قدرت‌های نیمه کوچک هستن یا نیمه بزرگ هستن، از ضعف مدیریت آمریکا حالا استفاده می‌کنن و در این وضعیت به چالش کشیدن دلار به عنوان پولی که آمریکایی‌ها از اون سال‌های دراز دارن بهره می‌گیرن، یکی از زیان‌هایی است که آمریکا توسط دولت آقای بایدن به ملت خودش داره تحمیل می‌کنه. خب آقای نوریزاده، ببینید جنگ اوکراین که برای بسیار مناظر دلخراش، اتفاقات دلخراشی هست که من اساسا با هر جنگی به هر دلیلی مخالف بوده و هستم. بله. شما هم فکر کنم آقای تجزاده هم همینطور. بله. و بسیاری دیگه بدون تردید. در دو عرصه جریان داره دست کم. در دست کم. یکی در خود همین عرصه نظامیش هست که جریان داره. یک عرصه تبلیغاتی است که در واقع عرصه سیاسی هم در همین عرصه هست. خب در این که تا همین الان قبلش قبلترش اوکراین برنده این عرصه دوم تبلیغاتی بوده، ولی در عرصه نظامی ما منتظر نتیجه هستیم که امیدواریم خط پیدا کنه هر چه زودتر و مردم اوکراین در واقع بله. پیروز بشن و اوکراین به نحوی به حقوق خودشون حل بشه این مسئله. آرزوی همه ما همینه. اما نکته اینه که کشورهای عرب و همینطور اسرائیل به نظر نمیرسه که در عرصه تبلیغاتی چندان به اصطلاح همراه باشن با تبلیغاتی که هست، چون مناسبات بسیار دوستانه ای هم با روس‌ها دارن و حتی در مورد نفت هم به راحتی عربستان حاضر نشده که اون چرا که بایدن میخواد در اختیارش بذاره یا هر چیز دیگه. اینو چطور ارزیابی میکنه؟ یعنی یک موضع میانه ای رو گرفته، حتی اسرائیل که اعلام کرده بود به میانجیگری بپردازه و بسیاری سخنانی در این. اولا من اینو میخواستم بگم بشه. یادم رفت حالا اشاره به اسم اسرائیل آقای بنیت جمعه اول سال آقای نوریزاده، الان مونده چیزای دیگه به مرور. بله نه بنیت این پیامی که نخست وزیر اسرائیل به ملت ایران داد زیباترین پیامی بود که یک خارجی به مردم ایران بده. بسیار پیام زیبایی بود، همدردی با مردم در برانداختن جمهوری جهل و جور و فساد، خیلی زیبا بود. اما این که می‌فرمایید آقای چالنگی، من سه نمونه رو جلوی چشمم میذارم: از شرق الوسط، الحدث مال سعودی و الجزیره قطر. اینا رو کنارم میذارم و مرتبم دارم نگاه میکنم. تلویزیون های ماهواره‌ای سعودی تمام قد
در کنار مردم اوکراین ایستادن. پوششی که دارن در هیچ جا من ندیدم. 24 ساعت الحدث و العربیه پوشش میدن. خبرنگاراشون در تمام مناطق جنگ و در روسیه هستن و سمپاتی دارن با مردم اوکراین خیلی هم. اما اینو میخوام بگم، اون بخش ادیتوریال وقتی شما گوش میدید به کامنت ها، اونجا نگاه میکنید میبینید که این در واقع عتاب رو متوجه آمریکا هم میکنه. یعنی اونجاست که آدم میفهمه که دلخورن، دلخور به معنای واقعی هستن. یا از شرق الوسط چندین مقاله آقای عبدالرحمن راشد یا طارق حمید و دیگران، محور اصلیش حمایت از مردم اوکراین بود، ولی چند سطری هم شدیداً علیه آمریکا و سیاستهاش بود. همین اشاره که ایشون به مقاله ترکی الفیصل کرد و نمونه های دیگه. بعد الجزیره رو که شما نگاه میکنی، الجزیره در بست با روسیه است و این خیلی برای من عجیبه. یعنی شما کشوری که بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا اونجاست و قوی ترین روابط با اسرائیل داره، اینجا این موضع رو گرفته و اینا به هر حال یه روزی آشکار خواهد شد که این دولت عظمای قطر سرش تو کدوم جا بنده. ولی خب با القاعده و مذاکرات با طالبان و همه اینها هم در حال الجزیره است. آقای طرزاده، حدود یک دقیقه وقت داریم و سخن آخر رو در سخن شما رو در این یک دقیقه آخر میشنویم که آقای تقی‌زاده وضعیت ایران رو بررسی کردیم یا اشاره کردیم، منطقه بین المللی. اگر بخواید باز به ما بگید که همچنین در روند اوضاع داره به چه سمتی میره در عرصه اقتصادی در ایران، با توجه به بی اهمیت شدن روزافزون نفت به نحوی، به کجا داره میره اقتصاد ایران در این یک دقیقه ای که از شما میشنیم؟ جمهوری اسلامی هیچ نسخه‌ای برای بهبود وضعیت معیشت مردم در اختیار نداره و این قابل انتظاره که هر سال واقعا وضعیت مردم دشوارتر از گذشته بشه. حالا اگر در نتیجه جنگ اوکراین پشتیبان شماره یک جمهوری اسلامی تضعیف بشه، شاید آقای خامنه‌ای هیچ گریزی جز این نداشته باشه که به دامن آمریکا برای نگه داشتن اونها در قدرت متوسل بشه، که این به هر حال به نوعی طنز تاریخه. آقای نوری‌زاده، از شما میشنویم که برخی از کشورهای عرب مذاکره مثل عربستان و برجه مذاکرات با حکومت ایران امیدی به اصلاح طلبان داشتن، در این زمینه ارتباط جنوب خلیج فارس با حکومت ایران رو چه چشم‌اندازی میبینید؟ به چه نتایجی رسید؟ من به هیچ وجه چشم‌انداز خوبی نمیبینم. اولا اماراتی ها بعد از اون حرکات عجیب غریب و فرستادن مسئول امنیتی به تهران و غیره و غیره عقب کشیدن. سعودی ها آخرین دور مذاکراتشون که تموم شد اعلام کردن مذاکره نخواهند کرد. و بعد این موضع‌گیری های اخیر خامنه ای هم که خیلی جالبه، آقای رئیسی 5,000 نفر رو کشته، آقای خامنه ای 10,000 نفر و اعتراض برای اعدام، که البته اعدام ها رو ما محکوم میکنیم، ولی اینا حق اینو نداشتن. و بنابراین سعودی ها به کلی عقب کشیدن و گمان نمی کنم به این زودی ها شاهد مصالحه باشه. سپاس بسیار از هر دو مهمان برنامه، آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای رضا تقی‌زاده. به امید روزی که در ایران اوضاعی باشه، ایران جایگاه ویژه شو در منطقه باز یافته باشه در عرصه بین المللی نیز، و حکومت ایران مجری حکومتی باشه، حکومتی گردد مجری منویات مردم ایران. این اشاره رو بکنم به نخست وزیر اسرائیل، اشاره شد ایرانیان اسرائیلی یا اسرائیلی های ایرانی، هر عنوانی بدهیم، هموطنان یهودی ما که به اسرائیل مهاجرت کردند، شهروندان اسرائیلی، بسیاری از اونها عزیزان گرامی می‌دارند آیین‌های نوروزی رو، همینطور با هموطنان دیگه خودشون در اسرائیل، گروه دیگری به خصوص در خارج از ایران، هموطنان یهودی ما در لس آنجلس به ویژه و در همین نیویورک بسیار در برگزاری تجمع‌های عمومی به مناسبت ایام نوروزی نقش بسیار مهمی داشتن. سال‌ها آقای بیژن خلیلی در وست‌وود و
دوستان دیگر در مناطق مختلف لس آنجلس و نیویورک. باسه به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که در سراسر جهان آیین‌های نوروزی رو گرامی داشتند و تجمعات عمومی به این مناسبت برگزار کردند، فارغ از قومیت، ملیت، مذهب، هر چه که هست. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی و پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.